سازمان جهانی دیدبان حقوق شییان شیع رایسواچ در خصوص سیانت از حق تحصیل کودکان شیعه بیانیه خطاب به 35 امین مجلس شورای حقوق بشر در ژنو صادر کرد در پی نابسامانی های برخی از کشورهای منطقه و ادامه جنگ های داخلی و خارجی در این کشورها و محروم ماندن فرزندان و کودکان شیعه از حق تحصیل و رشد در فضای امن و دور از خشونت سازمان جهانی دیدبان حقوق شییان در این زمینه ابراز نگرانی کرد در این بیانیه خطاب به 35 مجلس شورای حقوق بشر در ژنو آمده است سیانت از حق تحصیل و رشد کودکانی که آینده سازان و مسلحان جهان پیش رو هستند یکی از اولویتهای سازمان دیدبان حقوق شییان است سازمان شرایسفارش در بیانیه خود با اشاره به ناآرامی و درگیری های مسلحانه می نزاع‌های نزاهای مسلحانه، جنگها، ناآرامی و یورشها نه تنها به زندگی کودکان و جوانان صدمه می زند بلکه آینده آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. این سازمان در ادامه بیانیه خود به اوضاع کودکان در عربستان و بحرین پرداخته و بیان می کند. کودکان شیعه در کشورهای بحرین، عربستان سعودی و پاکستان در ترس و وحشت از دولتهای خود و تروریستها ها در حالی زندگی می کنند که دسترسی آنها به مدارس و آموزش قطع شده است. در قسمت دیگر جهان همچون مالزی، اندونزی، افغانستان و اکثر کشورهای خلیج فارس کودکان شیعه اجازه ندارند تا در مورد باورها و فرهنگ خود آموزش ببینند. این کودکان حتی جرأت اظهار تشیع ندارند زیرا این کار باعث اعمال فشار و محدودیت از سوی مسئولان مدرسه و مدیران بر آنها می شود. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعان در پایان از تمام رهبران جهان درخواست می کند تا با مجرم شناختن گروه هایی که به مدارس حمله می کنند برای سیانت از حق تحصیل کودکان بپاخیزند. این سازمان همچنین درخواست می کند تا رهبران جهان با همکاری با مراکز آموزشی روند تحصیل در کشورهای جنگ زده را به حالت عادی بازگردانند. همچنین به جامعه بین المللی پیشنهاد می کند تا با افزایش بودجه آموزش و تحصیل و تربیت معلمان چاپ کتاب درسی و ایجاد کتابخانه های متحرک به کمک کودکان شیعه بشتابند.